خبرها. آمریکا، افغانستان هنوز یک کشور درگیر در جنگ است. وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید کسانی که با طالبان فرمایش میدهند جاهلند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواستار صلح در منطقه ناگورنای قره‌باغ شدند. شهر در استرالیا با حدود 2500 نفر جمعیت در زیر زمین قرار دارد. سلام و وقت بخیر. امروز شنبه 23 سپتامبر 2023 میلادی مصادف است با اول میزان سال 1402 هجری شمسی. با من رضی اختری به سرویس خبرهای افغانستان و جهان در تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که کشورش حملات گروه‌های شورشی از خاک افغانستان را نکوهش میکند و خواهان توقف آن است. انوارالحق کاکر که به روز جمعه 22 سپتامبر در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد، همچنان گفت که پاکستان به سرکوب تروریستان از افغانستان ادامه میدهد. با آنکه حکومت طالبان بارها گفتند که به هیچ کس اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان کشوری دیگر را هدف قرار دهد. باز هم دیده می شود که مقام های پاکستانی به این وعده بی‌باوری دارند. وزارت امنیت داخلی امریکا می گوید که هنوز افغانستان را یک کشور درگیر جنگ می داند. این وزارت گفته که به دلیل درگیری های مسلحانه و وضعیت بد افغانستان، مجوز اقامت و کار پناهجویان افغان در امریکا را برای 18 ماه دیگر تمدید می کنند. الخان دران مایورکاس، وزیر امنیت داخلی امریکا، در بیانیه‌ای به روز پنجشنبه 30 سپتامبر از تمدید وضعیت حفاظت موقت برای پناهجویان افغان که پس از تسلط دوباره طالبان به امریکا پناه بردن خبر داد. مقامات امریکا، اتحادیه اروپا و پاکستان در آشیه 78 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفتگو کردند. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، در شبکه اکس در مورد دیدارش با جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان، نگاشته است: ما در مورد منافع مشترک امنیتی، ضرورت حمایت از حقوق زنان و دختران افغان و وضعیت حمایت بشر دوستانه در افغانستان بحث نمودیم. یک نهاد حقوق بشری موسوم به فریدم ناو گفته است که گروه های قومی با آشیه رانده شده در افغانستان با خطرات روبرو هستند. فریدم ناو این مطالب را در واکنش به قتل یک پدر و پسر از ساکنان منطقه هزارنشین جوی ناو، ولسوالی خاص اروزگان، ولایت اروزگان مطرح کرده است. دست کم 3 منبع در پیام‌های جداگانه گفتند که این پدر و پسر پس از چاشت روز چهارشنبه 29 سپتامبر در ساحه تنگی سبزچوب که یک منطقه پشتون نشین است، در نخست دستگیر و سپس به قتل رسیدن. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته است کسانی که به این گروه فرمایش می دهند نسبت به آخرت جاهلند و درباره دنیا هم چیز نمی دانند. ظاهراً مخاطب او کسانی اند که خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان هستند. ندیم این اظهارات را در سفرش به ولایت فاریاب بیان کرده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان روز جمعه 31 سپتامبر ویدیوی از سخنان ندیم را در اکس منتشر کرده است. نصیر احمد فایق،
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که در آسیای 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشست برای ارزیابی وضعیت زنان و دختران افغان برگزار می شود. در این نشست مبارزه با تبعیض جنسیتی علاوه بر ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، شماره از حامیان افغان و آمریکایی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان نیز اشتراک خواهند داشت. تلویزیون CNN به استناد تصاویر محوری گزارش داده است که چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا همگی در چند سال گذشته تأسیسات و تونل‌های جدید را در پایگاه‌های آزمایش هسته‌ای خود افر و اعمار کرده‌اند. این تصاویر محوری نشان می‌دهند که ساخت و سازهای جدید و رفت آمد موترها در داخل و خارج پایگاه‌های آزمایش هسته‌ای این سه کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش CNN، یک تحلیلگر در بخش مطالعات من گسترش تسلیحات هسته‌ای به طور انحصاری این تصاویر را به دست آورده بود. آن را روز جمعه 22 سپتامبر ارائه کرده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول آمریکا، ترکیه، روسیه و فرانسه دیروز خواستار صلح در منطقه ناگورنوی قره‌باغ شدند. این منطقه جدا شده ارمنی تبار در آذربایجان موقعیت دارد و باکو در هفته جاری در آنجا عملیات تهاجمی را آغاز کرد. وزیر خارجه ارمنستان گفته است که باکو احتمالاً بار دیگر از قوه در برابر غیر نظامیان در ناگورنو قره‌باغ استفاده خواهد کرد، مگر اینکه به گفته او از آن توسط قدرت‌های جهانی جلوگیری شود. در شهری دور افتاده و عجیب در استرالیا همه چیز از کلیسا گرفته تا محل کمپ زدن زیر زمین است. در حالی که کره زمین با افزایش دمای 2.7 درجه سانتیگراد مواجه می شود، آیا همه ما باید کم کم به فکر زندگی کردن در زیر زمین باشیم؟ اگر در جاده طولانی مرکزی استرالیا پیش بروید، بعد از 848 کیلومتری به سمت شمال دشت‌های ساحلی آدالاید به حرم‌های شنی اسرارآمیز می‌رسید. اما هرچی در این بزرگ را جلوتر می‌روید، متوجه سازهای اسرارآمیز می‌شوید. آنها کپه‌های از خاک هستند که مانند بناها یاد بود فراموش شده بدون نظم و ترتیب خاصی در افق پراگنده شده اند. اینها اولین نشانه های رسیدن به شهر کوبرپدی هستند، شهری که معدن سنگ آپال است و جمعیت حدود 2500 نفر دارد. بسیاری از این کپه‌ها خاک اضافه ده ها سال حفره معدن هستند. با نشر این خبر با پایان سرویس خبری امروز تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس رسیدیم. من روز اختری به اتفاق همکارانم از توجهتان تشکر میکنم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.